درود فراوان خدمت دوستای عزیز و هنر دوست و فرهیخته خودم. امروز قصد دارم یکی از شاخه های هنر اصیل ایرانی رو خدمتتون معرفی کنم، شاخه‌ای به نام گل و مرغ که دیرینه‌اش برمیگرده به قرن‌ها قبل از دوره صفوی، ولیکن ما اوجش رو در دوره صفوی شاهد هستیم. توی این هنر از همونجور که از اسمش برمیاد گل‌ها و مرغ‌ها نقش ایفا می‌کنن، گل‌های ایرانی که گل‌ها در واقع نقش معشوق رو دارن و پرنده‌هامون نقش عاشق رو بازی می‌کنن. گاه پروانه هم در نقاشی‌ها دیده میشه که پروانه‌ها رقیب مرغ‌ها هستند. توی این نقاشی ما میتونیم اوج لطافت روح نقاش رو ببینیم. نقش ها از گل ها گرفته میشه که در طبیعت ایران به وفور دیده میشن. و اگه بخوایم به رنگ ها بپردازیم، در آثار قدما همونجور که همه چیز از طبیعت اتخاذ میشده، رنگ ها هم برگرفته از طبیعت بودن. از عناصری مثل شنگرف، عناب، فیروزه و لاجورد رنگ ها تهیه می شدن. طی یک پروسه بسیار سخت رنگ ها ساخته می شدن توسط خود نقاش.